چون با آقای رشیدی صحبت میکنیم، ایشون کرد هستن، خیلی به اختصار عرض میکنم که این اقوام ایران از این دستگاه استبداد از مشروطه به این سو جز سرکوب چیزی ندید. مردم بلوچ، مردم کرد، قشقایی ها، بختیاری ها، ترکمن ها، جز سرکوب و نفی و انکار اقوام ایرانی چیزی نصیب ملت از این اقوام ایرانی نشد. و عجب این است که میگوین چه کار میکنی؟ آقا دارم کرد میکشم. برای چی؟ میخوام آقا نیشن استیت درست کنم، میخوام مردم رو علاقمند کنم به ایران. آقا شما چگونه میتوانید بمب رو سر مردم بریزید، بزرگان قوم رو بکشید، بعد انتظار داشته باشید شما علاقمندم باشن؟ خنده‌دار نیست واقعا. تا این اواخر در بلوچستان و کردستان مدرسه ای نبود. واسه صحبت کنیم با متخصص امر، دوست گرامی. درود بر شما قربان. درود بر شما جناب مشیری نازنین، بسیار خوشبختم و باعث افتخار که با حضرت عالی در این برنامه شرکت میکنم و بسیار سپاسگزارم که از بنده دعوت کردید تا به سوالات شما در رابطه با کل ایران، مبارزه آزادی خانه مردم ایران و به ویژه مبارزه حق طلبانه خلق کرد جواب بدم و فرصت و غنیمت می شمارم و به بینندگان محترم برنامه تونم درود می فرستم و عرض ادب و سلام دارم. درود بر شما، افتخار از منه آقای رشیدی، حقیقتا عرض میکنم. آقای رشیدی، من مستقیما میخوام وارد مطلب بشم. از مشروطه، حالا من روزگار قبل کار ندارم، دلاوری های کردان ایران در سپاه نادرشاه و فتوحات نادر و بیرون کردن دشمنان و سایر قضایا، از این حکومت های استبدادی ایران، در واقع این نفی اقوام ایرانی و این ستم هایی که بر مردم کرد رفته در این دوره های استبداد رو شما چگونه توجیه میکنید دوست عزیز؟ در ابتدای برنامه جناب عالی به درستی اشاره کردید که حکومت های مرکزی در طول تاریخ و به ویژه بعد از مشروطه و سقوط روند برحق مشروط خواهی در کشور ما که باعث و بانی به حاشیه راندن اقلیت ها در کل ایران بودند. حتی اگر ما به روند تاریخی نگاهی بیفکنیم، بلافاصله در میابیم جناب مشیری که تجزیه ها یا جدایی هایی هم که صورت گرفته به دلیل عدم کفایت و عدم مدیریتی درست جامعه ایران صورت گرفته. آنچه که امروز میبینیم، حداقل که در گذشته، من خودم متولد 57 هم، وقتی که تاریخ و ورق میزنیم، وقتی که به درد دل و در واقع به زجرنامه اجرادمون گوش میدیم، پدران و مادرانمون برای ما بازگو میکنن، حتی در دوران استبدادی شاه هم در تمام مدارس ها در کردستان من جمله مینوشتن که فارسی صحبت بکنید و کسانی که لباس کردی می پوشیدن اونها را تحقیر می کردن. در صورتی که این تنوع فرهنگی در جامعه ما می تونه بسیار غنی باشه و اگر اجازه بازندگی به اشتاده بشه به عنوان یک غنیمت تاریخی و معنوی، درود بر شما، همگان از اون بهره جست و بهره بجویند. امروز میبینید در کشورهای پیشرفته، در کشورهای دموکراتیک، در کشورهایی که حاکمان از طریق صندوقهای رأی بر مسند قدرت مینشینند، به اینها اهمیت فراوانی داده میشه و این تنوعات درونی جامعه نه یک تهدید بلکه یک فرصت و یک غنیمت شمارده میشه. در دوران جمهوری اسلامی ایران هم شما شاهدید که جمهوری اسلامی ایران یک آپارتاید همه جانبه بر مردم ایران و به ویژه بر اقلیت‌ها تحمیل کرده. شما اشاره کردید ما چندی پیش شاهد آتش‌سوزی در روستای شیناباد بودیم یا اتفاقات ناگوار مثل این اتفاقات در بلوچستان بودیم. شما عکس‌ها و فیلم‌های حتما دیدید و براتون ارسال کردن از داخل ایران که هنوزم اکثر نقاط مثلا بلوچستان دارای مدارس نیستن و مردم با همت خودشون در روستاشون یا در محله‌هاشون، اونم در جاهای خرابه، در واقع کدام استاندارد های یک مکان آموزشی درش وجود نداره، دارن فرزندان خودشونو با علم و در واقع با خوندن
و با نوشتن آشنا می کنن. خیلی ها از اهمیت، حداقل در طول 30 سال گذشته ما هیچ وقت در اخبار نشنیده ایم که یک حوزه علمی مثلا در قم، در مشهد یا در تهران فرو ریخته باشه یا درش آتش سوزی ابدا نخیر. بله بله، تمام اینها به دلیل تبعیضاتی و به دلیل امنیتی کردن این مناطق دور از مرکز. خب اینم در این بسترم من خیلی کوتاه میخوام بگم یک مافیای جانی و اقتصادی شکل میگیره. ما بارها شنیده این کسانی با عنوان سرباز ساده به کردستان میان ولی سرهنگ و درجه دار و سپاهبد به مرکز برگشتن. جمهوری اسلامی ایران هنوزم شعاراش بر در دیوارهای کردستان میشه مشاهده کرد که همیشه میگفت ما برای جنگ با کفار اومده ایم نه با کرد. همانا این کردان دلیر بودند که در دفاع از هویت، در دفاع از ارزش‌های انسانی خودشون، از سرزمین خودشون دفاع خواسته بودند و تنها گناه اونها دادخواهی و حق طلبی بود که مثل دیگران بتونن تو اون جامعه زندگی بکنن. این آپارتایدی که جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده حتی بدتر و خشن‌تر از آپارتاید در واقع آفریقای جنوبی. اونجا اگر شما سفید بودی حداقل یه حقوق و مزایایی مشخصا داشتی، ولی امروز در جمهوری اسلامی شما میتونی یه جورایی هم شیعه از معاشری باشی، پیره به ولایت فقیه هم باشی، ولی در واقع از حقوق شهروندی توی هستی و بی بهره. و من جمله زنان خب که نمیتونن هیچ وقت طبق قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور بشن یا پست های کلیدی رو در دست بگیرن. اینها نشان دهنده یک واقعیت که ستم بر کل مردم ایران تحمیل میشه. بله، میخوام به طور جدی اینو بازگو بکنم که ستم مضاعفتری و ستم فراگیرتری بر اقلیت ها و ویژه در 30 سال گذشته بر کردها در ایران تحمیل شده و تحمیل میشه. بله بله، متاسفانه هم چنین است که میفرمایید. آقای رشیدی، این در هر جایی که رژیم جنایت میکنه به یک دستاویز هست، در کردستان هم به دستاویز جدایی طلبی، در واقع به دستاویز جدایی طلبی. آیا واقعا برادران کرد ما جدایی طلبن؟ فعالان سیاسی کرد که در صحنه هستن جدایی طلبن؟ چگونه شما این داستان رو تشریح میفرمایید؟ آقای مشیری بخواید من اینو توضیح بدم. متاسفانه هر وقت فعالین اقلیت‌های ایران یا ملیت‌های ایرانی در رسانه‌های سراسری یا به گونه دیگه فارسی زبان حضور پیدا می‌کنن، بلافاصله این به رخ اونها کشونده میشه که شما مثلا ایرانی هستی یا نیستی، تجزیه طلبی یا نیستی. در حالی که اگر ما مشخصاً به عنوان آزادی خواهان، به عنوان فعالین دموکرات و خواستار ایجاد جامعه دموکراتیک مبتنی بر رعایت حقوق بشر هستیم، باید به تعیین سرنوشت همدیگر اهمیت بدیم و اینو پاس بداریم. شما نمیتونید به حقوق برابر زن و مرد اعتقاد داشته باشی، به پلورالیسم سیاسی و فرهنگی اعتقاد داشته باشی، به سکولاریسم اعتقاد داشته باشی، به انتخابات آزاد اعتقاد داشته باشی، ولی حق تعیین سرنوشت یک عده‌ای که دارای فرهنگ، زبان، تاریخ و هویت، جغرافیا و اقتصاد مشترک هستند، اینها را به رسمیت نشناسی یا براش ارزشی قائل نباشی. مبارزه مردم کردستان ایران به طور مشخص در طول حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و حتی قبل از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نه برای جدا شدن از ایران یا ایجاد یک کشور مستقل به اسم کردستان، بلکه بیشتر در جهت دموکراسی و دموکراتیزه کردن قدرت سیاسی در ایران در جریان بوده. شما توجه بفرمایید، در رفراندوم 12 فروردین سال 58 که همگان رفتن سر صندوق های رای گیری و به جمهوری اسلامی ایران رای دادن، این مردم کردستان ایران بودند که تحت لوای رهبری جنبش خودشون و بی ویژه حزب دموکرات کردستان این انتخابات رو بایکوت کردن. چرا؟ گفتن ما هنوز نمیفهمیم و برامون غیر قابل درکه که در جعبه جادوی جمهوری اسلامی ایران چه چیزی نهفته است.
تاریخ و روند تاریخی نشون داد که مردم کردستان ایران از لحاظ تحلیل سیاسی و دورنمای سیاسی یک قدم جلوترن. در رابطه با حمله و حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری هم این کردها و احزاب کردستان بودن که پیش کشیدن و گفتن این برعکس موازین و یارهای تعیین و تثبیت شده بین المللیه و این پروسه تاریخی خودش در دراز مدت بر ضد منافع ملی مردم ایرانه. و امروز ما میبینیم که در واقع این یک یاغیگری بود و همین هم اتفاق افتاد. اگر از دیدگاه من امروز مردم کردستان ایران یا هر منطقه دیگری در ایران، بلوچستان، ترکمن صحرا یا خوزستان، اگر حتی گروه هایی پیدا شدن و پیدا خواهند شد که خواستار جدایی‌اند، این تبعیضی باید ریشه این معضل و مشکلات در حاکمیت و نوع حکمرانی تبعیض آمیز بررسی کرد و در این هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره. امروز شما ببینید خوزستان، شما حتما با بند توافق نظر دارید که کیسه پول ایرانه، ولی امروز یکی از عقب افتاده ترین مناطق ایران خوزستانه. بله. وقتی که بحرین سال 1353 اگر اشتباه نکنم از ایران رسما جدا میشه، امروز اینها عرب‌های بحرینی برای خودشون یک شأنی دارن، یک هویتی دارن و منطقهشون هم خیلی هم پیشرفته و به خودشون هم میبالن، میخوام بگم. ولی داخل ایران شما ببینید از سوی حاکمین مستبد جامعه ما مورد تحقیر و تنبیه قرار گرفتن، در فعالیت های کلان اقتصادی در مدیریت کلان کشور نقشی ایفا نمی کنن و حتی اگر هم ایفا بکنن این باید به مزدوران تمام عیار حاکمیت سیاسی در ایران در بیان و در کشتار و سرکوب مردم بومی و مناطق خودشون شرکت بکنن. بعد از این پروسه است که یه پست های نچندان جالبی هم به اونها سپرده میشه. مسئله اینه به نظر من، اگر ما دارای یک جامعه دموکراتیکی باشیم، اگر به حقوق همدیگه اعتراض بکنیم، من فکر میکنم کرد و بلوچ و ترک و آذری و فارس میتونن همان گونه که در این روند تاریخی با هم زیستن با هم خواهند زیست. من میخوام تأکید بکنم که معضل و مشکل کردها به طور خصوص در ایران نه با مثلا ملیت فارس در ایران، بلکه با یک حاکمیتیه که اونها را مورد تبعیض و تحقیر قرار داده و اونها را به حاشیه رونده. به همین دلیله که حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی ایران برای در واقع فسادی در برابر نزدیک شدن این تنوعات به همدیگه و چسبیدن اونها همیشه چنین مسائلی رو مطرح میکنه، در صورتی که عاملان و بانیان اصلی تجزیه ایران حاکمین جمهوری اسلامی ایران هستند. و اگر ما خواستار حفظ یک پارچگی ایرانی یا کسانی دلشون برای حفظ یک پارچگی مام میتفه، باید این معضلات و این فتا را کنار بزنیم. شما نمیتونید همزمان هم دموکرات بود هم فاشت بود. و من یه آدم دموکراتم، به دموکراسی احترام میذارم، ولی ابتدایی ترین حقوق در دموکراسی اینه که من فردیت خودم و هویت خودم رو حفظ بکنم. این هویت فردی خیلی به هویت جمعی هم که همون ملیت یا به قول شما اقوامه میطلبه. اگر ما اینها رو به رسمیت نشناسیم و بهش احترام نذاریم، به نظر ما و به نظر من ایران آینده چندان درخشانی در پیش نخواهد داشت. و همان گونه که بحث کردم و به خیلی کوتاه به اون اشاره کردم، باعث و بانی این حاکمیت دیکتاتوری در جامعه ماست. بله آقای رشیدی، شما سخن از کیسه پول ایران کردید، یعنی خوزستان. به عرض شما میرسانم که بخش عمده نفت ایران از سرزمین بختیاری هاست. از ابتدا، از زمان مظفرالدین شاه تا به امروز، در واقع ثروت این منطقه رو کوچکترین کاری برای مردم بختیاری نکردن. کوچکترین، یک زمانی بعض خوانین یک عزم کنن پولی از انگلیس میگرفتن که خب مواظبت کن، اما برای مردم هیچ کاری نشد. حتی امروز هم که یه ایلاق اشلاق میکنن، یک پل نساخته نشده که اینا احشامشون از این پلا گسترش بدن. من با شما موافقم.
دو مطلب اینجا هست آقای رشید، چون شما خب کرد هستید، به تمام وقایع حتما اشراف دارید. اشاره فرمودید به اون قانون اساسی جمهوری اسلامی، فرمودید در کردستان باش مخالفت شد. یکی این رو میخوام بیشتر توضیح بدید، یکی اون تصویری که خلخالی آمد کردستان و تعداد کرد رو تیرباران کرد، اون تصویر همیشه در نقش جهان واقعا جهانیان نقش بسته. اون حادثه را میشه اشاره بفرمایید هموطنانی که اون عکس رو دیدن از کردستان و صادق خلخالی بدانند که اون ماجرا چه بود، به چه منظور خلخالی آمده بود به کردستان؟ بله، خلخالی به عنوان حاکم شهر از طرف شخص خمینی به کردستان اومده بود، این در خاطراتش نوشته. بعدم در آخرین مصاحبهش با رادیو بی بی سی اون زمان اشاره کرد که اگر امام زنده بشه و بازم به من مأموریت بده میرم در کردستان، قلبم به راه خواهم انداخت. قابل توجهه که حتی زندانیان سیاسی تو اون دوره اونها را ردیف میکرد و اشاره میکنن که مثلا میگفت شما اعدام، شما آزاد، شما اعدام، شما آزاد، به صورت یک به دو. یا و خیلی صراحتا هم میگم اگر شما گناهکاری به سزای اعمال خودت رسیده، اگرم گناهکار نباشه خب بالاخره خدا اونو میبخشه و به عنوان شهید به بهشت میبره. بله میره. و هزاران جنایت، مثلا شما بهار خونین سنندج رو به یاد دارید که اولین بهار کوتاه آزادی بود بر سر مردم کردستان، در سرته زبیش در سنندج بمب فرود آوردن به روستاهای اندرخاش در اطراف مخابات و بوکان، سبزی، سرچنار، حسن میران در اطراف نقطه حمله بردن. حتی اسناد وجود داره، تحقیقات شده در این در هیچ از این روستاها در واقع یکی از ملاها قرآن به دستانش میگیره و به طرف نیروهای ارتش که به فرمان حسنی در اون امام جمعه ارومیه چندی پیش فوت کردند میره و میگه از کشتن زن و بچه دست بردارید. ولی تمام اینها را در واقع طبق قوانین بین المللی اینها در واقع نسل کشی محسوب میشه و بر سر اینها بمب فرود آوردن و بینم بهانه کرده بودن که بند اینها تضییع طلبن. خود آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور وقتی که یک روزگاری هم دستور میدادن که این بند پوتین هاتون رو باز نکنید، البته اون زمان هم پیشمرگا و مردم کردستان میگن به حالت شوخی و در واقع کنایه میگفتن بیچاره سربازا اینه که این همه مدت پوتین هاشون رو باز نکنن، پاهاشون بو میگیره در داخل پوتین ها. اینه بعد در آخرین مصاحبش با حفظ اسناد حقوق بشر ایران، مرکز حفظ اسناد حقوق بشر ایران، میگه اون زمان که آقای خمینی در 28 مرداد سال 58 علیه مردم کردستان فرمان جهاد سرداد و شما به خوبی درک میکنی که معنی جهاد چیه، برید بکشید، تجاوز بکنید، بسوزونید و این در راه خداست و هر آنچه که شما میگیرید به عنوان غنایم جنگی از کفار میگیرید و اگرم نگیرید خدا پاداش شما را بدون هیچ اما و اگری در بهشت با پیشگیش کردن حوری ها و این همه غنایمی که وجود داره درست خواهد کرد. و میگه من به عازم یک مأموریت بودم، به راننده گفتم که به طرف قم بپیچونید و من رفتم حضور ایشان، بهش گفتم تاریخ خیلی بد در مورد شما قضاوت خواهد کرد، آخه این چه فرمانیه که شما علیه مردمی دادید که یه نصف حدود 30 تا 35 حتی 40% اونها شیعه مذهبند، این فرمان نارواست. و ایشون عرضش گفت خب بالاخره به من گفتن اگه این فرمان رو ندم کردستان از دست رفته است. از اونایی که فرمان آوردن کامل عصبانی شدن و گفتم عین اینم در صحیفه نور چاپ شده در خاطرات چمران که اون موقع فرمانده عملیات و یا بهتره بگم کشتار مردم کردستان و بیشه در پابه و آرامان از بود چاپ شده و اومده. مسئله رفراندوم، من در رفراندوم 12 فروردین گفتن جمهوری اسلامی آری یا نه، خیلی طبیعی مردم علیه نظام استبدادی شاهنشاهی به پا خواسته بودن، انقلاب کرده بودن و به این نظام قبلی یا جمهوری اسلامی خیلی طبیعی بود که به جمهوری اسلامی. ولی مردم کردستان ایران بنا به این پیشینه تاریخی مبارزاتی از اسماعیل خان سمکوب و دیگران و به ویژه پیشوا قاضی محمد در دوم بهمن ماه 1324
افتخار مصادف با 1945 که جمهوری کردستان در مهاباد اعلام کرده بودند. این تجارب تاریخی و زمانی که شاه میگفت در واقع اقیانوس آرام ایران، این مبارزین کرد در سال 46-47 بودند که دفاع خواستن و یک شورش رو به پا کردن و دادخواهی کردن و خواستار دموکراتیکشون بودن. گفتن این رفراندوم چیز دموکراتیکی محسوب نمیشه و معلوم نیست که برنامه جمهوری اسلامی ایران برای اداره امور جامعه چی هست. اون موقع یادمون نره آقای مشیری خیلی ها عکس امام راحلو در واقع تو ماه میدیدن. خیلی ها فکر میکردن امام ضد امپریالیستی، باید پشت سر ایشان و اونهایی که به امام و بیانات ایشون نمیگن یا پشت میکنن یا اصلا نمی، اینها کسانی هستند که نوکر و وابسته به امپریالیسم جهانی هستند و خون اونها مبا و حلال و باید همه اونها را تلاقام کرد. حتی نیروهای چپی بودند تو اون زمان مثل اکثریتی ها، توده ای ها، کربلان حمله در واقع به کردستان بودن و اگر نفت میکردن نفت میکردن جمهوری اسلامی و که چرا سپاه پاسداران و به سلاح‌های سنگین مجهز نمی کنید تا بهتر و سریعتر بتونه جنبش برحق مردم کردستان ایران و به زانو در بیاره و سرکوب بکنه. و این روند هنوز هم متاسفانه ادامه داره و ما حتی در بخش‌های سراسری هم مورد تبعیض قرار میگیریم. شما توجه و دقت بفرمایید که همین حالا که با هم صحبت میکنیم در حد انقدر طول 20 سال گذشته بیشترین اعدام ها از هموطنان کرد ما صورت گرفته. امروز حدود 25 نفر اگر حکم اعدام دارن 18-19 نفر اونها فعالین کرد هستند. هر روز در مرزها به کاسبکاران مرزی که امرار معاش میکنن و برای اینکه یه زندگی بسیار یه لقمنونی برای خانوادشون دست و پا بکنن به سوی اونها تیراندازی میشه و هر روز خبر کشتار اینها در همه جا پخش میشه. مسئله اینه که متاسفانه ما گاهن یا وقتی که با مردم کردستان با فعالین اونها صحبت میکنیم همه فکر میکنن که حتی گاهگداری از طرف اپوزیسیون سراسری هم از طرف اپوزیسیون خارج از کشور هم اونها مورد تبعیض قرار میگیرن و در مورد وقایعی که در کردستان در جریان سکوت میشه. آقای رشیدی عزیزم، امیر جان، این اخبار تکراری رو حواس دوستان رو پرتن، اینا 10 بار من میبینم داریم پخش میکنی، یک بار کافی بود عزیزم. ممنون از شما. آقای رشیدی گرامی، من در باب PKK چیزها شنیدم و پژاک و اینها، ولی در باب فعالیت‌هاشون با جزئیات چیزی نمی‌دونم. خط عقیدتی این دو گروه چگونه است؟ جستجوگر چه چیزی هستن؟ در واقع من می‌خوام به این گونه به سوال شما پاسخ بدم. همان گونه که می‌دانید به کارگران کردستان یا همون PKK به رهبری آقای اوجلان حزب بسیار قدرتمندیه که امروز در کل منطقه حضور داره و رول بازی میکنه و در پیشبرد مسئله کرد در ترکیه نقش بسیار به سزایی ایفا کرده. جدا از این که ما این حزب قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم، من میخوام صراحتا بگم بنده به هیچ گونه سمپاتی نسبت به این حزب ندارم و در واقع در خیلی از مقاطع هم منتقد یه بخش از سیاست های این حزب بودم و هستم، ولی این حزب در پیشبرد مسئله کردستان ترکیه نقش تاریخی خودش رو بازی کرده. شما توجه داشته باشید که حدود 70 ترک اشاره می کردن که کردی در ترکیه وجود نداره. بله. حقوق بیش از 20 میلیون کرد در اونجا انتظار می کردن. بله. اینها اصلا مانده کوهی هستند که پیشرفت نکردن به خاطر این لهجه دارن. بله، ترکای کوهی میگفتن. بله، امروز شما به خاطر و به دلیل مبارزات پیگیر کردها و همین پیشمرها و همین گریلاها در اکثر نقاط کردستان ترکیه و در کل ترکیه با مثلا میلیون ها کرد در استانبول در آنکارا زندگی میکنن. اینها در پاسخه در واقع کوچه اجباری، همونی که مثلا در دوران صفوی شاه عباس مثلا یه بخش از کردها رو انتقال دادن به خراسان و به مصفحه. بله بله. اینا شما میدونید. بله بله بله. اوچان اون طرف. بله. میکنه بیش از 400 ساله. و این ولی این دیگه در واقع به هفته مرکزی و تشکیل
سیاسی و فعالیتی این گروه ها تبدیل شده. امروز میبینید دولت آقای اردوغان و نخست وزیر و رئیس جمهور دولت ترکیه برای حل این معضل و برای حل این مشکل دارن گام برمیدارن. ترکیه میخواد در واقع در سالهای آینده، در سال آینده رول یک ابرقدرت رو در خاورمیانه بازی بکنه. هرچند بعضی ها فکر میکنن که اینها بازگشت به دوران امپراتوری عثمانی رو در سر میپرورانن، ولی خب به نسبت به ایران پیشرفت‌های بسیاری داشتن. بله. امروز کشور ترکیه در تمام دنیا دارای یک شأن و اعتباری دارن، به اتحادیه اروپا میپیوندن، اقتصادشون رشد کرده. ترک‌ها امروز همه در مورد بازرسی بدنی قرار نمیگیرن، ساعت‌ها در کیوسک‌های امنیتی فرودگاه‌ها نگهداشته نمیشن که به عنوان مثلا افرادی تروریست یا سفر کرده از یک کشور تروریستی به اروپا یا به اکثر نقاط دنیا در واقع مورد بازرسی قرار بگیرن، در صورتی که این کار هر روز با هر ایرانی در اکثر نقاط دنیا. بله. و این خب نتیجه این مسئله حاکمیت سیاه و صدور تروریسم جمهوری اسلامی ایرانه. همین آقای احمد ترکی که رفت و چندی پیش با آقای اوجلان در دریاچه در دریای راهی مصاحبه کرد، حدود دو دهه پیش در دهه 80 که کودتا در ترکیه صورت گرفته بود، این در کتابی یا در زندانی که در دیاربکر در واقع بزرگترین شهر کردستان در تمام بخش‌های کردستان، این در جهنم دیاربکر مشهور این زندان، اینها رو ناچار میکردن. در کتاب خاطراتش نوشته بود، این چندی پیش واشنگتن بودن، مهمان بنده بودن، زورم من چند بار ایشون رو دیدم، با ایشون مصاحبه کردم. میگه اون دورانه تو کتابش اومده، میگه تو زندان ما رو مجبور میکردن که جلو چشم اونها مدفوعمون رو بر بدنمون بمالیم و باید بدن همدیگه رو اونجا بو میکردیم. عجب. بله. ولی امروز دولت ترکیه چون این جنبش در واقع برحق بود، چون یک جنبش هویت طلبانه بود، در واقع یادمون نره که ناچار شدن ترکا به دستخواهی اون افتادن و ایشون رو فرستادن پیش آقای اوجلان تا این مذاکرات پیش بره. حرف من اینه که پیکاکا در واقع حزب کردستان ترکیه است و بزرگترین بخش کردستان هم اونجا هست، جدا از نقصایی که به سیاست و این حزب داریم، این حزب نقش خودش رو بازی کرده، ولی از این حزب مهمتر جنبش مدنی و پارلمانی و سیاسی که در داخل ترکیه و کردستان ترکیه همون بدفع هست و دارای نمایندگان در پارلمان ترکیه هستن. و شما اینو باید داشته باشید، اگر زبان کردی، هویت کردی، موسیقی کردی که سالیان سال و حتی بیش از نیم قرن در ترکیه قدغن بود، امروز برای برپای جشن نوروز بیش از 2 میلیون نفر در مثلا شهر دیاربکر یا 70,000 نفر در اکثر نقاط ترکیه در واقع به جشن و پایکوبی میپردازند و به جشن نوروز و به عنوان یک مرزمندی میان کرد و ترک در اون سرزمین، یا به عنوان یک جشن هویت طلبانه و حماسی با شادی و با غرور ملی بسیار فراوانی برگزار می کنند. و به نظر من حل مسئله کردها در ترکیه بیشتر با اسبانی به حکمرانی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و به این پروسه در حال جریانه. چرا؟ چون فکر می کنم ترکها به این نتیجه رسیدن که سرکوب و فشار و حتی کمک کشورهای خارجی و حضور ارتش ناتو در طول 30 سال گذشته در یک جنگ رو در رو با جز زیان اقتصادی و از بین رفتن سرمایه های ملی و حدود 50,000 نفر کشته این جنگ برداشته، چیز دیگه با خودش به ارمغان نیاورده. ولی یادمون نره که هنوز جنرال هایی هستن که پول های فراوانی به جیب میزنن و به عنوان که تو مافیای اقتصادی عمل میکنن. چرا؟ چون ترکیه در حدودا در بیش از 30 سال گذشته با هیچ کشوری وارد جنگ نشده، هنوز افرادی در داخل در سیستم ترکیه در حکومت ترکیه پافشاری می کنن که این چند باید ادامه داشته باشه. ولی حکومت به هر حال قدم های مثبتی برداشته تا حل نهایی این مسئله راه طولانی در پیشه، ولی ترکیه امروز با ترکیه چند سال گذشته بسیار متفاوت. بله بله بله، بسیار خوب. آقای رشیدی گرامی، من میخوام از شما قطع نظر از در واقع ستمکاری که رژیم در حق همه ایرانیان دارد
با توجه به اینکه برادران کرد ما بیشتر اهل تسنن هستند، تبعیضات مذهبی چگونه اعمال میشه در کردستان؟ به نقطه بسیار جالبی اشاره کردیم. وقتی که ما پافشاری میکنیم که باید در ایران برای جلوگیری از باستولید دیکتاتوری تقسیم ثروت و قدرت بشه، به خاطر همین مسئله صفحش در کشورهای دموکراتیک همیشه دموکراتیک و دموکراتیک تره، ولی در کشور ما صفحش ها یک دیکتاتوری خشنتری به دنبال داشته. مثلا بله. شما بیایید در طول 100 سال گذشته از انقلاب مشروطه به این ور، از رویدادهای خرداد 42، از ملی کردن صنعت نفت به رهبری آقای مصدق، از انقلاب 57، تمام این پروسه ها یه جرایم های بسیار مردمی و دموکراتیکی بودن، ولی از بطن اینها در واقع نه یک حاکمیت مردمی مبتنی بر رأی مردم و حضور مردم برای حق تعیین سرنوشت خودشون، بلکه یک دیکتاتوری خشنتری به دنبال داشته. چرا؟ چون ارگانیزیشن ها، چرا؟ چون انجمن های همه جانبی در کشور ما مستقلا عمل نکردن و این اگرم بودن وابسته به دولت بودن، در صورتی که در غرب این دولتی که وابسته به جامعه مدنیه، پس جامعه مدنیه که جایگاه و نقش دولت رو تعیین میکنه. بله همینجوره. به همین دلیل شما فقط اینو در نظر بگیرید، امروز بیش از 2 میلیون سنی مذهب در تهران زندگی میکنه. بله. دولته. حتی میگم 5 میلیون. در تمام شهر تهران یک مسجد نیست که اینها بتونن مثلا توش نماز جمعه بخونن. ای بابا. این بله. این طبیعیه دیگه. شما اینو در نظر بگیرید، هنوزم سنی مذهب که داخل تهران برای نماز جمعهشون به سفارت پاکستان میرن. عجب. یعنی حتی من فکر میکنم که عموم مردم ایران، حتی ممکنه شهروندان تهرانی ما از این مسئله باخبر نباشن، ولی چرا جمهوری اسلامی ایران اگر بیجه این مسئله خب بالاخره یه چیز خاصیه، چرا مثلا برای اینکه حسینی ها بسازه میلیون ها و میلیارد ها دلار از کیسه پول مردم سفره خالی ایران به ونزوئلا میره، به کشورهای عربی میره، به عراق میره، تا جدا از سرازی شدن این سرمایه ملی به جیب تروریست ها، حسینی ها و نهادهای فرهنگی حتی در آلمان و آمریکا ایجاد میشه، درست میشه، یا این نهادها در واقع مورد حمایت های مالی جمهوری اسلامی ایران و حکومت ملاها قرار میگیرن. تبعیض تمام تار و پود جامعه را در بر گرفته و این تبعیض همه جا حضور داره و خودشون نمایان کرده. و ما البته من که خواستار اینم مسجد برای سنی ها باشه، من باید تأکید بکنم که خودم یه فرد سکولارم و فکر میکنم برای خلاص شدن همیشگی از دست یک حکومت ایدئولوژیکی باید سیستم در جامعه ما سکولار باشه. سکولاریزم به هیچ وجه به معنای ضدیت با یک مذهب خاص نیست، بلکه ضدیت با ایدئولوژی یا این که یک عده‌ای مذهب خاص خودشون و تفسیرات و قرائات خاص خودشون رو از مذهب ارائه بدن و اینو به عنوان نوع حکومت دلهای خودشون در جامعه تحمیل بکنن. حکومت‌های ایدئولوژی در طول 100 سال گذشته غیر از برپا کردن یک جهنم همه جانبه برای مردم و جغرافیای خودشون، در واقع چیز دیگه‌ای به ارمغان نیاوردن. به همین دلیل من فکر می‌کنم که ما باید به دنبال ایجاد جامعه دموکراتیک مبتنی بر رعایت حقوق بشر و سکولاریسم باشه. پس فردا هم آقای موسوی و کرمی میتونن در یک انتخابات آزاد شرکت کنن، اگر رأی بردن حتما ما به اونها تبریک خواهیم گفت و میتونن حکومت خودشون رو تشکیل بدن و همان گونه که حزب مثلا دموکرات مسیحی آلمان چند تا نماینده در پارلمان آلمان داره، ولی قانون اساسی اونجا مبتنی بر رعایت حقوق بشر و یک موازینیه که با یک زندگی انسانی و شرافتمندانه برای تنوعات و عموم مثلا جامعه آلمان یا مردم آلمان در بر میگیره و این در نظر گرفته شده. و این همون گونه که اشاره کردم، اگر ما با این به آینده ایران بنگریم، اول باید این تبعیض رو ببینیم، به رسمیت بشناسیم و برای برداشتن و فتح کردن بازگشت اون و بازتولید اون در جامعه برنامه ارائه بدیم. و این برنامه همان بود که اشاره کردم، اعتراف به تفاوت‌ها در داخل ایرانه. بله بله.
اگر اعتراف نکنیم این تفاوت ها نخواهیم دید، و اگر این تفاوت ها نبینیم مثل گذشته، مثل حکومت های استبدادی، چه شاه حکومت تا چه حکومت عمامه، ما با سرکوب خونین در واقع زیر پرده حفظ تمامیت ارضی، در صورتی که امروز هم استقلال ایران آن گونه که شاید باید در مورد تدبیه و تحلیل قرار بگیره، مگر میشه گفت که جمهوری اسلامی ایران یک کشور مستقله؟ امروز چینی ها و روس ها سرمایه ملی مردم ایران رو میبلند. بله، سندی پیش من توی اخبار خوندم که 18 میلیون دلار به شرکت های چینی واگذار شده که اینها بیمه بکنن مثلا کشتی های نفتکش جمهوری اسلامی ایران، بدون اینکه هیچ سندی وجود داشته باشه، به خاطر این تحریم هایی که به خاطر عملی کرد زورخویانه و نابخردانه جمهوری اسلامی ایران، جامعه جهانی بر ایران و بر جمهوری اسلامی ایران در واقع اعمال کرده. آقای رشیدی عزیزم اجازه بدید من یک سوال. اینی که این حکومت در واقع داره هدر میده سرمایه ملی نفتهای آینده جامعه ما و حتی تمامیت ارضی ایران رو در برابر خطر قرار داده. چرا؟ چون اینها میخوان وانمود کنن که سرنوشت اونها به سرنوشت ایران و یک پارتگی ایران گره خورده، در صورتی که اونها خودشون سم و زهر یک پارتگی. بله بله آقای رشیدی، یک وقایعی هست نقطه عطف مناسبات قومی است با مرکز، مثلا تیرباران علی مردان خان بختیاری یک نقطه عطف بوده واقعا، یعنی یک بیزاری غریبی نسبت به دولت مرکزی کشتن اون مرد بزرگ ایجاد کرد. من این جبین نجیب قاضی محمد رو همیشه به خاطر دارم، تصویراشو میدیدم و اینا. میخواستم از شما بپرسم به عنوان یک کرد، اعدام مرحوم قاضی محمد چه تأثیری، چه پیامدی در اذهان مردم کردستان داشت و نگاهشون به مرکز؟ در واقع پیشوا قاضی محمد امروز برای عموم مردم کردستان، و من با صراحت میخوام اینو بگم، در تمام بخش های کردستان، چه در ترکیه، چه در سوریه و چه در عراق، به عنوان یک نماد به ایشون نگاه میکنن. چرا؟ چون پیشوا قاضی محمد حدود 70 سال پیش در بطن یک حکومت شاهنشاهی پا به پیش گذاشت و از تحولات منطقه استفاده کرد و یک جمهوری رو اعلام کرد. امروز مثلا اگر آقای جورج واشنگتن مثلا در 1776 اگه اشتباه نکرده باشن، بله، استعمار انگلیس رو به زانو در آوردن و حکومت جمهوری رو مفاد کردن. امروز فکر نمی کنم هیچ تیف سیاسی و فکری در جامعه امریکا به این رویداد مفتخر نباشه و براش غرور آفرین نباشه. حتی پیشنهاد کردن که آقای جورج واشنگتن به عنوان پادشاه قد علم بکنیش، گفتن ما بر علیه یک پادشاهی بله کردیم، بله، و بیرون کردیم و استقلال خودمونو به دست آوردیم. من سیستم جمهوری پیشنهاد میکنم و اینم یک نعمت همه جانبه برای آمریکایی ها شده دیگه. بله، امروز امریکایی ها همه جا به این افتخارن. در کردستان ایران هم اینه، یعنی خیلی از قبایل فکر میکردن که باید پیش آقای محمد به عنوان یک شاه حضور پیدا بکنه، ولی همان گونه که تاریخ نگاران شرقی به ویژه روسی ها مینورسی خیلی ها نوشتن، به اونجا یک حکومت دموکراتیک به پا بود، خیلی حائز اهمیت در همون دوران و در همون گفت تاریخ، در حالی که یهودیان در غرب اروپا به کوره های آدم سوزی سپرده می شدن، در مهابات یهودی ها داره مدرسه ویژه خودشون بودن. بله بله، حتی وزیر مسیحی در کابینه پیشوا قاضی محمد حضور داشت. این روز هم بعد از گذشت 70 سال همه جا، امروز که فکر کنم 13 یا 14 بهمن جشن دوم بهمن، همه جا با شکوه بسیار عظیمی میان کردها برگزار میشه. هنوز کردها، روشنفکران کرد در مورد جمهوری کردستان و اهمیت حرکت پیشوا قاضی محمد، پیشوا حزب دموکراتیک کردستان ایران و رئیس جمهور اون موقع کردستان در واقع، یا کمار کردستان عمر و ریبندان در واقع، دارن سخن میگن و برای اونها یک نماد مقاومته. چرا؟ چون در اون دوران رضاخان در واقع بعد از جنگ جهانی دوم، شما مشاهده میکنید که هر حرکت اعتراضی رو
در گلو خفه میکنن، در نطفه خفه میکنن، ولی وقتی که روس‌ها و انگلیسی‌ها شمال جنوب وارد میشن، ارتش شاهنشاهی کوچکترین مقاومتی از خود نشون نمیده و بعدم برای سرکوب فرقه دموکراتیک آذربایجان و جمهوری کردستان چاه‌های نفت رو به روس‌ها می‌بخشن که خودشون حتما در این رابطه در جریان هستی. بله. و وقتی که مثلا حتی سلطنت طلبها دیگران یا فعالین جنبش سبز یا احزاب سراسری وقتی که میان از حرکت‌های دموکراتیک خودشون صحبت میکنن، مثلا از ملی کردن صنعت نفت در ایران، که مگر کسی میتونه یک فرد ملی میهنی و به حاکمیت ملی در ایران اهمیت بگذاره بتونه این دوره بسیار درخشان از تاریخ ایران رو حذف بکنه؟ نه، این شدنی نیست در واقع. ولی حرکت پیشوا قاضی محمد هم دارای چون این جایگاه، یه چرا، چون حرکتی کاملا هویت طلبانه بود در برابر سیستمی که هویت اونو به چالش کشیده بود، زبان اونو قدغه میکرد. رضاخان با یک تقلید بسیار پیش و پا افتاده از اتاتورک که تازه در ترکیه به قدرت رسیده بود، در واقع فقط میخواست ارتش خودشو مدرنیزه بکنه، میلیتاریسته بکنه تمام جامعه ملیتی در ایران و سیاست خودشو در این که خب بالاخره همه امروز هم پافشاری میخونن که ایران یک کشوره. بله، ایران یک کشوره، یک واحد سیاسیه، ولی ملیت های متفاوتی در اون زندگی میکنن. امروز مسئله قوم، من میخوام اشاره بکنم، با یک چالش هایی روبرو شده. مثلا اگر از هر فارس زبانی، از هر روشن فکر فارس زبانی مثلا شما سوال بکنید آقا شما به کت خدا احترام میذارید؟ صد درصد احترام میذارم، منم احترام میذارم. به معین مثلا احترام میذاری؟ بله، منم میذارم. مثلا شما فرهنگ معین رو نگاه کنی، فرهنگ کت خدا رو نگاه میکنی، میگه مثلا قوم به این قوم و خویش و طایفه گفته میشه. در صورتی که از لحاظ سیاسی امروز من کرد فکر میکنم وقتی که شما به من میگی قوم، یعنی میخوای خودتو آقا بالا سر ببینی و منو کوچکتر ببینی، تحقیرم کنی و حقوق دموکراتیک منو تحقیر بدی. مثلا من یک نمونه بیارم، مگر میشه 4-5 میلیون آذربایجانی اون ور مرز ملت باشن، کشور خودشون داشته باشن، پرچم خودشون داشته باشن، نماینده رسمی در سازمان ملل متحد داشته باشن، یعنی 20 خورده آذری در ایران قوم باشن و کوچکتر از اونا باشن؟ مگر میشه 12 میلیون کرد ایرانی و قوم یا طایفه یا تیره خطاب کرد، ولی 4 میلیون مثلا کرد عراق، 5 میلیون کرد عراق ملت باشن و یک حاکم بسیار قدرتمند اقتصادی و سیاسی و حاکمیت ملی در داخل ایران، در داخل عراق محسوب بشن؟ اینها تناقض در واقع. به نظر من فکر میکنم و همیشه پاسخ من برای این مسئله اینه، یا همه قومیم یا همه ملتیم یا همه ملیتیم. و این نگرش رو به پیش میاره که بله، شما بازم میخواید در حکومت آینده ایران، البته روی سخنم با شما نیست، خود شما میمونی که این بالاخره معضلاتیه و باید در موردش بحث و گفتگو کرد و به یک نتایجی دست یافت. نه که چه اشکالی داره، همه با هم یا قومیم یا ملیتیم یا ملتیم، چه اشکالی داره؟ شما مثلا شما حتما باید یک کرد تحقیر بکنید، شما اونو کوچک بکنید و بعد ایشون قزم و قرآن بخوره که مثلا تجزیه طلب نیست، نمیخواد کردستان رو جدا بکنه. ولی اگر من سؤالم اینه، رو به تمام این طیف های فکری، اگر فردا مردم بلوچستان تشخیص دادن که با جدایی از ایران یا تشکیل کشور بلوچستان به خوشبختی دست خواهند یافت، ما باید اونها خشوع تشی بکنیم، ما باید اونها را سرکوب بکنیم، ما باید اونها را مورد نسل کشی قرار بدیم؟ نه، ما میایم توضیح میدیم که یک ایران متحد دموکراتیکی که در اون ثروت و قدرت در واقع تقسیم شده به نفع همه ماست. بله. ما حتی باید به دنبال این باشیم که یک بازار مشترک در خاورمیانه ایجاد بکنیم، همان گونه که آمریکایی ها میان یه نتیجه خودشون کردن، همان گونه که اروپایی ها با ایجاد اتحادیه اروپا کردن، همان گونه که کشورهای عربی یا مثلا همین کشورهای متحد عربی در واقع یا این کشورهایی که مثلا اسلامی هن و یک فدراسیون هایی دارن و به دنبال این هم یک پول واحد، یک بازار مشترکی ایجاد کنند. و سالیان سال
نمیشه در زمان حاکمیت اسماعیل اربکان اینا آقای رشیدی چون این پروژه هستن. آقای رشیدی عزیزم آقای رشیدی احترام صورت میگیره. بله آقای رشیدی جانب. ما وقت ما رو به اتمام، یک دقیقه وقت داریم. شما در این یک دقیقه آرزوها و ایدئالهای خودتون رو نسبت به جامعه ایران و اون چی برای مردم کرد در واقع در نظر دارید خیلی خلاصه جنبندی بفرمایید، ببینیم که ایدئالهای شما چگونه است. آقای رشیدی گرامی، ایدئالهای من به مقاومت دلیرانه مردم کردستان برای پاسداری از هویت و از سرزمینشون مفتخرم و درود میفرستم و فکر میکنم جنبش برحق مردم کردستان باید به حضور فعال خودش در تمام زمینه‌ها به ادامه بده و فعالیت‌های خودش رو پیدا بکنه و من فکر میکنم که سرنوشت مردم کردستان ایران به دیگر مردمان در ایران و ملیت‌های دیگر ایرانی گره خورده است و به عموم مردم ایران هم به ویژه به مرکز نشینان یا به نیروهای سراسری به سخنم بیشتر با اونا که عینتهایی رو برداری که به خاطر دروغ پردازی های جمهوری اسلامی ایران شما این عینتها رو زدید. مردم کردستان ایران جزء فعالترین و مبارزترین و رشیدترین مردمان ایران هم که برای بسیر کشیدن استبداد و حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران همیشه در میدان بودند و در میدان خواهند بود. در جنبش سبز کسی دست اسلحه نبرده بود، حتی افرادی از داخل این جنبش به سر بیرون آوردند که پایه های در ریزی و شکل گیری جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار به سزایی ایفا کردند. نسلی مورد تجاوز و تحقیر و تنبیه و تبعیض قرار گرفتند که زیر سایه و بمباران ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران بزرگ شده بودند، درس خونده بودند و در مدرسه هایی که جمهوری اسلامی ایران هر روز اونها را سمپاشی ایدئولوژیکی میکنه تحصیل کرده بودند، ولی به جمهوری اسلامی ایران فقط نه گفتن یا گفتن رئیس ما کو شما، چه برخورد خشنانه با اونها شد. پس آنچه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا امروز به در واقع تاریخ نگاران قلابیش میفرست همه جای دنیا هم بزرگ پیدا می کنن و متاسفانه خیلی جا و بیگه اینم یادآور بشیم که آقای مشیری در لس آنجلس هم که شما تصدیق دارید اینها استقبال گرم از اونها میشه، ولی اینها در میان مردم کردستان هیچ گونه پایگاهی ندارن. حتی بیش از 2 میلیون کرد در تهرانن، ولی وقتی که کنفرانس خبری یا رونمایی کتاب‌هاشون صورت میگیره 17-18 نفر اونجا حضور پیدا میکنن، اونم بیشتر به چالش میکشن و نفت میکنن این تاریخ نگاری. و این تاریخ نگاری هم که شما اشاره کردید من اشاره بکنم خیلی مهمه. مردم ما سالها پیش گفتیم که این افرادی که میان و راحت میگن و تاریخ نگارن و به همه جا سر میکشن عواملین جمهوری اسلامی ایرانن. امروز در آستانه 35 سال انقلاب 57 و یه سریالی ایجاد شده به عنوان پهلوی دوم که تمام این کردستان در واقع حکومت سابق این عاملین جمهوری اسلامی رفتن در خونه هاشون از اون فیلم برداری کردن، اینا رو آقای رشیدی کردن به من که مثلا از طرف کتابخانه کنگره آقای رشیدی یک پروژه آقای رشیدی آکسفورد برای تاریخ شفاهی ایران. آقای رشیدی اجازه بدید در باب این مطلبی که اشاره فرمودید، چون مطلب مهم هست، در یک موضع دیگر صحبت کنیم چون وقت ما تمام شده. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم دوست گرامی، بسیار مرحمت فرمودید و مجدد با هم سخن خواهیم گفت. بسیار ممنونم از شما. از وقتی که در اختیار من گذاشتید بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که فرصت باشه بویژه در رابطه با این مسئله در برنامه‌های آتی با هم دیگه بحث و گفتگویی داشته باشیم. بینندگان محترمتون درود می‌فرستم و شب و روز خوب و خوشی را براتون آرزو می‌کنم. درود بر شما، بسیار ممنونم از شما هموطنان گرامی. وقت ما در اینجا به پایان رسید. صحبت می‌کردیم با آقای رحیم رشیدی فعال سیاسی، سخنانشون رو شنیدید. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه فرمودید، برنامه رو می‌بندیم تا برنامه دیگر که دوشنبه خواهد بود. درود بر شما، جاوید ایران زمین.